درود بر شما. با 180 ثانیه یه سه شنبه 11 اردیبهشت ماه همراه ما باشید. سرویس جهانی بی بی سی طی گزارشی افشا کرد به سندی خیلی محرمانه از جمهوری اسلامی دست یافته که حکایت از آن دارد نیکا شاکرمی پس از دستگیری توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و کشته شد. این مدرک بر پایه اظهارات 3 نیروی امنیتی تهیه شده است و نام قاتلان نیکا و فرماندهان ارشدی که حقیقت را در مورد این جنایت پنهان کرده بودند آورده شده است. در آستانه روز جهانی کارگر، شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی شامل تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی و گروه‌های مبارزاتی زنان و جوانان فراخوانی برای اعتصاب و اعتراض سراسری منتشر کرد. این فراخوان از عموم مردم خواسته در اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، طرح حجاب و عفاف و فقر و فلاکتی که به جامعه تحمیل شده، روز 12 اردیبهشت دست به تجمع، اعتصاب و اعتراض بزنند. یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی میدانی از بازار طلا به بررسی موضوع اعتصاب در این بازار پرداخته و نوشته است که بخشی از واحدهای صنفی تعطیل هستند و آنهایی که تعطیل نکردند نیز هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌دهند. در رسانه‌های اجتماعی ویدیوها و تصاویری از تعطیلی بازار طلا در تهران، تبریز و اصفهان منتشر شده است. با ادامه تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس در غزه، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح السیسی همتای مصری او درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند. مذاکره کنندگان حماس نیز قاهره را ترک کرده و قرار است دوباره با پاسخ کتبی به این متن پیشنهادی به مصر بازگردند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام این کشور گزارش داد مادامی که حماس پاسخ خود را درباره آخرین پیشنهاد آتش بس اعلام نکند، اسرائیل برای از سرگیری مذاکرات هیئتی به قاهره اعزام نخواهد کرد. بابک پاکنیا وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که ماموران امنیتی برخی از دستاندرکاران تولید فیلم دانه انجیر مقدس ساخته محمد رسولوف را در هفته گذشته و هفته جاری احضار کرده و مورد بازجویی قرار دادند. پاکنیا افزوده است که برخی از عوامل فیلم جدید رسولوف ممنوع الخروج نیز شدند. امنیتی ها از این سینماگران خواستند که محمد رسولوف را مجبور کنند تا فیلم را از فستیوال کن خارج کند.